سلام، مرز فیروز هستم. به کانال معمار خوب خوش اومدید. در ویدیو قبلی من نحوه ترسیم برش رو در آرشیکد آموزش دادم. حالا میخوام ترسیم نما رو هم آموزش بدم. ترسیم نما دقیقاً مثل ترسیم برش هستش یا سکشن. برای ترسیم نما من روی گراند کلیک میکنم و همطور که میبینید خود آرشیکد به صورت پیش‌فرض 4 تا خط اصلی نما رو داره: نمای شمالی، شرقی، غربی و جنوبی. اندازه این خط هم که دیگه قابل تغییر هست و میتونید محدودش رو مشخص کنید، هم میتونید جابجاش کنید، یعنی انتخابش که بکنید این گزینه اگه باشه درگ میتونید بکنید، این گزینه باشه میتونید طول پاره خط نما رو کوتاه یا بلند کنید. اگه این کوتاه بشه مثلا این محدوده الان اینجا رو میبینید، این یه تیکه دیوار دیگه دیده نمیشه و مثل برش هستش. اینجا هم همینطور، اگه مثلا من اینو کوتاهش کنم از این محدوده نما تا اینجا دیده میشه، بقیه دیده نمیشه. پس طول پاره خط نما مشخص میکنه که چه محدوده ای از نما نمایش داده بشه به صورت افقی. برای قسمت عمودیش هم که مثل برش هستش و تنظیماتش رو امروز من بهتون میگم. و این 4 تا نما اینجا لینکاش هستش. تو قسمت الیویشن لینک های این 4 تا نما هست. حالا برفرض شما یه نمای جدید میخواین ترسیم کنید و میخواین تمام گزینه هاش هم تغییر بدید، یا همین نماها رو میخواید ادیت کنید و تغییرش بدید، پس هم میتونید نمای جدید داشته باشین، هم میتونید گزینه های این نما رو تغییر بدید. ببینید الان اگه من این نمای نورث الیویشن رو دابل کلیک کنم روش، از اینجا نما رو داره نمایش میده و اینجا مثل برش طبقات رو نمایش میده و کد ارتفاعی طبقات و این خطاش هستش و این خط هم همون خطی هست که گفتیم محدوده نما رو نمایش میده. اگه این من این خطا رو کوتاه کنم بخشی از نما دیگه دیده نمیشه و اگه روی گراند کلیک کنیم میبینیم که خط نمای شمالی از این قسمت کوتاه شده. پس این محدوده نمایش نما هست. حالا چیکار کنیم که نمایی که داشته باشیم حالت گرافیکی داشته باشه و یه نمای قشنگی به ما بده؟ این پلانی که من ترسیم کرده بودم به دلیل اینکه تمام متریال نما دیوار سفید رنگ هستش، چندان کار گرافیکی روش نمیشه انجام داد. نهایتا سایه ها رو میشه روشن کرد و نمایش داد و اینکه خطوط به صورت رنگ خاکستری کمرنگ یا سیاه رنگ دیده بشه. اگه بخوایم یه نمای گرافیکی داشته باشیم باید یه سری از گزینه ها رو فعال کنیم در قسمت ستینگ نما. و اگه بخوایم نمای جدید داشته باشیم میتونیم از این قسمت ویو پوینت روی این گزینه کلیک کنید و روی الیویشن از جا کلیک کنید. تمام تنظیماتش یا پارامتر تراش مثل برش هست. این گزینه یه خط تکی نما ترسیم میکنه. مثلا من میخوام یه خط ترسیم کنم، اصلا یه نمای کج نمایش بده و بخشی از برفرض پلان من این دیوار ممکنه کج باشه و من میخوام این خط در امتداد اون دیوار باشه. به راحتی میتونیم این خط رو ترسیم کنیم، یعنی در هر جهتی که دوست داشته باشیم میتونیم این خط نما رو ترسیم کنیم. برفرض من یه همچین خطی میخوام برای نما ترسیم کنم. حالا میگه کدوم جهت رو میخوای ببینیم؟ جهت فلش به سمت بنا باشه و اینجا میبینید یه فلش میزنه و مینویسه E08. اگه اینو انتخاب کنید اینجا میتونید آیدیش رو تغییر بدید، هر چیزی که دوست دارید نمایش بده. و از این قسمت هم یه لینک اضافه میشه به اسم E08 تو قسمت نویگیشن لینک های الیویشن. روی این دبل کلیک بکنیم این نما رو برای ما نمایش میده. از اینجا روش رایت کلیک میکنم، الیویشن ستینگ رو باز میکنم. از این قسمت جنرال، از اینجا شما اگه این گزینه رو فعال کرده باشید لیمیتد میتونید مشخص کنید از کجا تا کجا رو نمایش بده. مثلا الان از قسمت کد ارتفاعی 0 تا 600 سانتی متر رو داره نمایش میده. اگه اینو بزنید کل نما رو نمایش میده، از بالا تا پایین و کامل نمایش میده. و اینم که خط طول نما هستش که من هر چقدر اینو بکشم محدوده ای که نما هست رو نمایش میده. همونطور که میبینید اینجا رنگ پنجره مثلا نارنجی رنگ داره نمایش داده میشه، نرده ها آبی هست و برای اینکه این نمایشش قشنگ تر باشه باید ما یه سری پارامترها رو تغییر بدیم. این پایین هم میبینید مثل برش اون قسمت هایی که از پلان عبور کرده رو به صورت خیلی برش خورده نمایش میده. رو گراند کلیک میکنم و این نما رو نمیخوام، پس دیلیتش میکنم، انتخابش میکنم. برای دیلیت کردنش هم روی کلید دیلیت میزنم و از اینجا روی دیلیت ویو پوینت کلیک میکنم، مجددا دیلیت ویو پوینت رو پاک.
انتخاب میکنم تا پاک بشه. از اینجا روی ساوت الیویشن دبل کلیک میکنم تا بتونم نمای جنوبی رو ببینم. حالا میخوام پارامترهای این نما رو تغییر بدم. برای تغییر دادن پارامترهای نما میتونیم روی تب ساوت الیویشن رایت کلیک میکنم و گزینه ستینگ رو انتخاب میکنم. اینجا میتونیم اینو روی حالت اینجا تو قسمت ورتیکال یا روی لیمیتد قرار بدیم. اوکی رو میزنم و حالا میخوام اینجا این خطا رو مشخصا دو تا خط میاد اینجا از 0 0 میخوام نمایش بده، ولی چون سمت جنوب ما منفی 2 هست کد ورودیمون، پس این باید یکم بیاد پایین، حدود 2 متر باید بیاد از 0 0 پایین. پس منهای 200 رو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم، دقیقاً جلوی در ورودی شد. حالا یک کوچولو دیگه هم میاریمش پایین تر که یه بخشی از خط زمین که برش خورده رو هم نمایش بده. از اینجا هم دیگه اینو میاریم بالا تا جایی که بنا داریم دیگه اینجا میشه. همطور که میبینید نمایی که داره نمایش میده اصلا نمای جالب و جذابی نیستش. روی این رایت کلیک میکنم و الیویشن ستینگ رو باز میکنم. قسمت مدل اپریانس کلیک میکنم. اینجا کات المنت رو تیکش رو زده و حالا روی این کلیک میکنم و به صورت سرفیس این آخرین گزینه رو انتخاب میکنم. سرفیس کالر فیل شیدد. یونیفرم کات پنز رو هم میزنم که همه خطا رو به یکسان نمایش بده، خطای برش خورده رو یکسان نمایش بده. فعلا تو این نما ما خط برش خورده این غیر از خط مش زمین نداریم. اینو میارمش پایین تر. اینجا دوباره روی این آن کات المنت کلیک میکنم و این آخری رو انتخاب میکنم، یعنی سرفیس تکسچر فیل شیدد. یونیفرم کات پن رو تیکش رو میزنم. وقتی که تیکش رو بزنید اینجا خطاشو دارید میبینید. میتونیم این خط و رنگش رو تغییر بدیم. من میخوام رنگش مشکی رنگ بشه و پس میتونیم از اینجا رنگ مشکی رو انتخاب کنیم. زخامتش هم زیاد نباشه. بعد سرفیس کاور فیل رو تیکش رو میزنم. ترانسپرنتی رو تیکش رو بر میدارم. نمیخوام شیشه ها شفاف باشه و این درایی که پشت شیشه ها داره نمایش میده نشون بده. پس تیک ترانسپرنتی رو بر میدارم. فیدد رو میزنم تیکش رو، چون عناصری که دورتر از خط نما هستن کم رنگ تر دیده بشن. روی آن کات فیل کلیک میکنم و اینو هم روی این آخرین گزینه قرار میدم. اینجا این رنگ اینم تغییر میدم. یه خاکستری تیره براش انتخاب میکنم، ولی ضخامت قلمش هم دقت کنید که اینجا کم هست، پس ما باید خاکستری انتخاب کنیم که ضخامت قلمش کم هست. تیک پایینش هم سرفیس کاور فیل فورگراند رو تیکش رو بزنید. این نوا رو بیارید پایین تر. میتونید این تیک باندری رو بزنید، میتونید هم نزنیدش. محدوده مشخص میکنه برای نمایش نما. اگه پشت این نما حجمای دیگه ای هم دارین توی کار، میتونید این تیک رو بزنید که اونا رو نمایش نده و باعث شلوغی نما نشه. اینجا تیک شادو رو بزنید و وقتی این تیک شادو رو این پایین میزنید اینجا یه شادوی دیگه براتون میاد. این تیک اینم بزنید. اینجا میتونید زاویه تابش خورشید رو 25 درجه بذارید. اینم همینطور، 45 درجه زیاده. 25 رو میزنیم و اوکی رو میزنم. ببینید نمایش نما به این صورت شده و این شیب زمینم دارید اینجا میبینید. دوباره روی این رایت کلیک میکنم، الیویشن ستینگ رو روش کلیک میکنم. اینجا تیک element contours at elevation boundary رو تیکش رو میزنم و این override هم تیکش رو میزنم و خواهم ببینم چه شکل میشه. اوکی رو میزنم. تأثیر چندانی توی نما نداشت. در کل چون نمایی که ما اینجا داریم یک نمایی هستش که به صورت تماما سفید هستش، شاید خیلی گرافیکی نمیشه این نما. خب به گراند کلیک میکنم. این نمایی که به عنوان نمای جنوب داریم میتونیم این فرمتی که داره تو پلان نمایش میدارم تغییراتش رو بهش اعمال کنیم. از اینجا روی این کلیک میکنم ستینگش باز بشه. این پس این تب همش مربوط به نمایش نما بود. این قسمت گزینه های بعدی مربوط به نمایش نما در پلان هستش. پس روی مارکر کلیک میکنم. این اطلاعاتی هست که در مورد نما مینویسه. مثلا اینجا نوشته ساوت الیویشن و شما میتونید اینجا این قسمت ارتفاع این فلش رو مشخص کنید که چقدر باشه. رنگ فلش هم اینجا میتونید تغییرش بدید. این مارکر میتونه
وسط نما قرار بگیره میتونید اینو انتخاب کنید در دو طرف قرار بگیره، یعنی الان این فلش این وسط هستش، وقتی این تیکو بزنید میاد ابتدا و انتها قرار میگیره. روی لینک بعدی کلیک میکنم. اینجا اون فونتی هستش که نوشته South Elevation. میتونیم این فونت و رنگش رو تغییر بدیم، ارتفاع قلم رو تغییر بدیم و حتی نوع قلمش رو تغییر بدیم و هر فونتی که دوست داشتید میتونید اینجا انتخاب کنید و اینجا برای شما با اون فونت مینویسه. و اینجا کشیدگی فونت رو داره نمایش میده، میتونید بیشترش کنید، کمترش کنید و هر ادیتی که دوست داشته باشید اینجا میتونید بولدم بزنید و زیر خط دار باشه. روی این لینک پایین کلیک میکنم. این شکل اون فلش ما هستش، میتونیم تغییرش بدیم و یه شکل دیگه براش انتخاب کنیم و برای بک‌گراندش هم میتونیم یه هاشور داشته باشیم. دوباره این گزینه استوری لیولز، اینجا اون خطایی هستش که توی نما نمایش میده، مربوط به کد ارتفاعی طبقات و شماره طبقات هستش که میتونیم مثلا این خط رو به صورت خطچین یا خط نقطه نمایش بده، خط پیوسته نباشه. اگه این تیکا رو بردارید در دو طرفش دیگه این نوشته که هست که مثلا مینویسه ground floor کد ارتفاعی 00 اینو حذفش میکنه. اینم رنگشه، رنگش هم میتونید تغییر بدید هر رنگی که دوست داشته باشید. این تیک هم اگه بزنید رنگ این نوشته ها با خط یکی میشه که من فعلا تیکو برمیدارم. روی این گزینه کلیک بکنید متنی که اینجا نوشته رو میتونید باز تغییرش بدید. این متنی هست که توی قسمت نما دیده میشه و این یکی تکسی که اینجا داشتیم این توی پلان دیده میشه. پس این تکسی هست که مثلا مینویسه South Elevation تو پلان و این نوشته های کد ارتفاعی هست. رو استوری لیول تکست استایل که کلیک بکنید میتونید اون قسمت نما رو هم تغییر بدید متنش رو. اگر اینجا تو قسمت استوری لیول سیمبولز اند تکست این تیک رو بزنید اینجا رو به صورت اون علامت کد ارتفاعی رو هم براتون نمایش میده. گرید تولز هم میتونید مثلا آکسا رو توی نما نمایش نده براتون و میتونید یا اینجا هم بذارید روی سلکتد محدوده ای از آکسا رو نمایش بده که توی نما هستن. پس این دوتا رو روی سلکتد بذارید. اینم میتونید شو grid elements رو بزنید تیکشو یا میتونید بردارید. اگه تیکو بردارید دیگه هیچ کدوم از آکسا رو توی نما نمیبینید. فعلا من تیکشو برمیدارم اوکی رو میزنم. ببینید south elevation این سمت نوشت، این سمت هم نوشتش. میتونیم حذفش کنیم و اینو همون یه دونه ای بنویسه. پس قسمت مارکر، پس روی تب مارکر کلیک میکنید، این گزینه اول انتخاب میکنید، این زیر خطش هم حذف میکنید و اوکی رو میذاریم. میتونید فونتش هم ریزتر بشه، مثلا اینجا 3 میلیمتر من 2 میذارم یکم کوچیکتر بنویسه، به این صورت بشه. فاصله‌اش هم از اینجا میتونیم یکم بیشتر کنیم. روی قسمت مارکر که کلیک میکنید اینجا قسمت مارکر تکست استایل، اینجا این فاصله 150 رو یکم بیشترش کنید که این از این فلش فاصله بگیره. اوکی رو میزنم قشنگ‌تر شد. حالا اینم از نما، اینم کد ارتفاعی که اینجا براتون علامتش رو نمایش میده. رو گراند کلیک میکنم. حالا میخوام یک نمای گرافیکی داشته باشم. این پلان من قابلیت نمای گرافیکی نداشت به خاطر اینکه من هیچ متریالی به نما نداده بودم، اما یه پلان دیگه طراحی کردم و میخوام فقط برای این پلان یه نمای گرافیکی طراحی کنم. از قسمت ویو پوینت رو الیویشن کلیک میکنم و یه خط نمایی جدید براش تعریف میکنم. ببینید شما میتونید خط نما رو مثل خط برش بشکنیدش. مثلا میتونید این خط نما رو این شکلی من بکشم به این صورت و رایت کلیک اوکی. حالا جهت دیدنش به این صورت بشه. اینجا اسم این elevation 09 هستش. اینجا روش رو تبش دبل کلیک میکنم و به این صورت داره نمایش میده. و اگه این بالا رو نگاه کنید اون خط شکستگی رو میبینید که اینجا هستش، علاوه بر این خطایی که محدوده نما رو داره نمایش میده. این خطا رو که من بلندتر بکنم محدوده بیشتری از نما رو نمایش میده. حالا اینجا هم خطای عمودی نما رو داره نمایش میده. اگه بخوای اینا فعال بشه بعد اون تیک لیمیتد رو بزنید. اینجا رایت کلیک میکنم روی الیویشن و ستینگش رو باز میکنم.
قسمت جنرال این اون تیکه هست که مربوط به نما، قسمت عمودی نما هستش. اگه این روی این باشه از پایین تا بالا کل نما رو نمایش میده، اما اگه لیمیتد رو بزنید محدوده‌ای که میخواهید رو به صورت عمودی نمایش میده. اوکی رو میزنم. حالا میخوام این نما رو تبدیلش کنم به یه نمای گرافیکی. تیریدش رو اول ببینیم. ببینید مصالحی که استفاده شده مثلا چوب و آجر و اینها هستش. روی نما کلیک میکنم، اینجا رایت کلیک میکنم، الیویشن سیتینگ رو باز میکنم و از این قسمت اپریانس، مدل اپریانس تغییرات رو اعمال میکنم. این تیک اول رو میزنم، بعد اینجا روی این قرار میدم، یونیفورم کات پن رو تیکش رو میزنم، میام یه ذره این نوا رو میارم پایین تر، آن کات فیل رو روش کلیک میکنم، این گزینه رو انتخاب میکنم، این تیک یونیفورمش رو میزنم، برای بعدی هم تیکش رو میزنم، ترانسپرنتی رو تیکش رو بر میدارم، نمیخوام شفاف باشه، فیدد رو تیکش رو میزنم و بعد آن کات فیل دوباره روش کلیک میکنم و اینو انتخاب میکنم. اینجا این رنگش خیلی کم رنگه، میام یکی از این رنگا رو انتخاب میکنم، بعد سرفیس کاور فیل فورگراند رو تیکش رو میزنم، دوباره میارمش پایین تر، اینجا تیک باندری رو میزنم، اوورراید هم تیکش رو میزنم و این نوا رو میارم پایین تر، شادو رو تیکش رو میزنم. وقتی تیک شادو رو میزنیم این بالا دوباره یه شادو میاره، اینجا رو باید دقت کنید، تیک شادو این بالا رو هم بزنید و حالا این 45 درجه ها 25 درجه بشه. اوکی رو میزنم از اینجا و به این صورت دارید نما رو میبینید. تمام متریال های نما رو داره نمایش میده. برای این پایین میخوام برای خط زمینش میخوام یه هاشور بزنم. از قسمت داکیومنت روی فیل کلیک میکنم و چون میخوام مستطیلی باشه اینو انتخاب میکنم. کلیک میکنم اینجا، کلیک میکنم اینجا تا اینجا. کلیک میکنم روی این خط مستطیلی کشتم، میارمش تا انتها میبرمش. این خطش هم کلیک میکنم، آفست ایج رو میزنم تا اینجا میارمش. همینجور که انتخاب هست از این قسمت انتخاب میکنم که هاشور زمین بشه به این صورت. حالا میخوام مثلا یه درخت اینجا بذارم و چند تا پرسوناش. روی دیزاین کلیک میکنم، روی آبجکت که صندلی هست کلیک میکنم، اینجا روی ستینگش کلیک میکنم، از اینجا این نوا رو میارمش پایین تا جایی که برسم به لینک ویژوالیزیشن، روش کلیک میکنم، از اینجا گاردن رو انتخاب میکنم، روی درخت اولیه کلیک میکنم، یکی از این درخت ها رو که دوست دارید و انتخاب میکنید، مثلا این درخت رو انتخاب میکنم یا این درخت، روی این فلش میزنم تا این صفحه بر من بیاد. ببینید درخت اگه به این صورت باشه تاپ ویو هست، داره از بالا نمایش میده. شما اگه ساید ویو رو انتخاب کنید به این صورت نمایش میده. 4 تا رنگ درخت رو داره، یعنی یکی که درختش به صورت تابستون و مثلا بهاره، یکی پاییزه و اینم که به صورت سیاه‌سفید نمایش میده یا مهالود، و اینم که وینتره که دیگه فقط شاخه هاشه برگاش. اگه من اینو کلیک کنم اوکی رو بزنم، اینجا بیام کلیک کنم، درخت رو به این صورت دارم میبینمش، یه همچین شکلی داره. میتونیم قدش رو بلندتر یا کوتاهتر کنیم. اگه قدش رو بخوایم بلندتر کنیم روی این میتونم کلیک کنم، اینو بزنم بلندتر میشه، اما ببینید کشیده میشه. کنترل زد رو میزنم. اگه بخوای همه سایزش از همه جهت بزرگ بشه، به جای اینکه روی این نقطه ها کلیک کنید و مثلا پهن‌ترش کنید یا باریک‌ترش بکنید، میتونید روی درخت کلیک کنید به صورت انتخاب که هست، اینجا ریسایز، روی ریسایز کلیک کنید یا کنترل کار رو بزنید، اینجا اوکی رو بزنید، کلیک کنید نقطه پایینش، بعد رو نقطه بالاش کوچیک یا بزرگش کنید. اگه نمیخواید که درخت به این صورت دیده بشه میتونید انتخابش کنید، ستینگش رو باز کنید، اینو مثلا انتخاب کنید، سیاه‌سفید نمایش میده. دوباره ستینگش رو باز میکنم، این بار به جای اینکه ساید ویو ببینم رو حالت سیمبولیک قرار میدم. سیمبولیک هم به صورت تاپ ویو داره هم به صورت ساید ویو. روی ساید ویو کلیک میکنم، اینجا یه عالمه درخت دیگه داره با قیافه‌های دیگه، شکل‌های دیگه. هر کدوم از این درخت‌ها رو دوست داشته باشید میتونید انتخاب کنید و توی نما ببینید. مثلا این درخت رو من انتخاب میکنم، بک‌گراندش یه رنگ سفید داره، خط دورش هم سبزه، خط دورش رو نمیخوام سبز باشه، میخوام یه خاکستری کم رنگ میخوام باشه، اینا انتخاب کنم، اوکی رو میزنم، اسکیپ رو میزنم، ببینید همچین شکلی شد. حالا این درخته اومده و جلوی نمای ما قرار گرفته، میخوام بره پشت نما، انتخابش میکنم، رایت کلیک میکنم و از اینجا دیسپلی اوردر سنت تو بک رو میزنم.
یه بار دیگه انتخابش میکنن سن تو بک بشه به این صورت. حالا یکم جا به جاش میکنن بیاد اینجا پشت پلان ما دقیقا قرار میگیره. میتونید بازم درخت های دیگه بیارین و ازشون استفاده کنید. حالا برای این قسمت میخوام دوتا مثلا آدم بذارم و یا بشینه نشسته باشن رو صندلی ها یا اینکه ایستاده باشن. پرسوناژ میخوام انتخاب کنم، روی آبجکت کلیک میکنم، اینجا روش کلیک میکنم و از همین فولدر ویژوالیزیشن اینجا پیپل اند ویهایکل رو انتخاب میکنیم. ببینید سه مدل داره. گوشه دوباره روی پیپل کنتور کلیک میکنم و از اینجا یکی از اینا رو انتخاب میکنم. مثلا اگه نشسته بخواین میتونی مثلا این پرسوناژای نشسته رو انتخاب کنید. من اینا رو انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم و میام اینجا کلیک میکنم. اینا الان بالای این کف قرار گرفتن. اگه بخوایم قدشون یه ذره بلندتر شه میتونیم اینو استرچشون کنیم از اینجا بلندتر بشه قدشون مثلا. ولی من میخوام اینا رو یه ذره جابجا کنم. رو این درگ کلیک میکنم میارمشون اینجا و یه ذره میارمش پایینتر. این پاهاشون روی کف قرار بگیره، یه کوچولو بالاتر. حالا این کف، اینا پاشون روی این کف قرار گرفته، بعد یه جوری باشه که انگاری رو هوا قرار نگرفتن یا داخل کف نرفته پاشون. پس روی اسلب کلیک میکنم و از اینجا دیسپلی اوردر برینگ تو فرانت رو میزنم که اینا برن پشت قرار بگیرن. حالا این رنگشون سیاهه، میخوام برعکس بشه، اینا سفید بشن. انتخابشون میکنم، ستینگشون رو باز میکنم و از این قسمت 2D پرزنتیشن فورگراندشون رو اینجا کلیک میکنم و اینو میارم این بالا. میتونیم به صورت بک‌گراند سفید انتخاب کنیم و به این صورت باشه. خط دورشون هم که سیاه هستش. برای پشتش هم میتونیم از یه عکس منظره یا یه عکس آسمون استفاده کنیم. برای این کار از این قسمت روی فیگور کلیک میکنم، از قسمت روی داکیومنت کلیک میکنم، فیگور روش کلیک میکنم و از اینجا ستینگش رو باز میکنم. روی اوپن بزنید و اون فیگوری که دوست دارین رو، عکسی که قبلا دانلود کردین رو اینجا آپلودش کنین. برفرض من این عکس رو انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم و برای اینکه بک‌گراند نداشته باشه رو حالت PNG قرار میدم از اینجا. اگه بخواین قرینم بشه رو این کلیک کنید، ترانسپرنتیش هم من کلیک میکنم و اوکی رو میزنم، کلیک میکنم اینجا عکس میاد پشتش قرار میده. حالا جابجاش میکنم جایی که مناسب بشه با تصویر من. حالا میخوام یه ذره کوچیکترش کنم، ریسایزش میکنم. همینجور که انتخاب هستش، انتخابش میکنم، همینجور که انتخاب هست روی ریسایز کلیک میکنم، اوکی رو میزنم، از اینجا انتخابش میکنم، بالا انتخاب میکنم، یه ذره کوچیکترش میکنم به این صورت. یه ذره میارمش بالاتر که این شکلی بشه. حالا از اینجا میتونیم این خط رو یه ذره ببریم بالاتر به این صورت بشه. باز یه ذره میتونیم کشیده ترش کنیم. ریسایز. اگه این درخت هم که دیگه با این همخونی نداره میتونیم دیلیتش کنیم. دیگه اصلا کلن بک‌گراندش بشه همین تصویری که آوردین. بهتره که قبل از اینکه این تصویر رو بیارین توی فتوشاپ یک کوچولو ادیتش بکنید، بک‌گراندش حال هر چیز اضافه‌ای که داره عکس پاک کنید و به صورت خیلی قشنگ بیارید اینجا. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگر اولین بار هم هست که ویدیویی از این کانال میبینید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید. کنارش دکمه زنگوله رو هم بزنید. به محض اینکه من ویدیوی جدید آپلود کنم شما متوجه میشید. همچنین تشریف بیارید ویدیوی جدید رو ببینید. سپاس.